اگر عاشق گیم پابجی هستید پس چنل سایکو گیمرز رو سابسکرایب کنید. لینک این چنل در اولین کامنت این ویدیو موجود می باشد. معامله بسیار بد میان باشگاه بارسلونا و پی اس جی. نشریه فرانسوی اکیب مدعی شد پی اس جی پیشنهاد بارسلونا برای انتقال راکیتیچ و کوتینیو به تیم فرانسوی به عنوان بخشی از معامله انتقال نیمار با بارسلونا را رد کرده است. برای معلومات بیشتر تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید و اگر در چنل ما جدید هستید لطف کرده چنل ما را سابسکرایب کنید و علامت زنگ را فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. نشریه فرانسوی اکیب امروز مدعی شد یکی از پیشنهادهای بارسلونا با پاری سن ژرمن برای بازگشت نیمار به این تیم کاتالان این بوده که در معامله برای انتقال نیمار بارسلونا علاوه بر مبلغی که به پی اس جی پرداخت خواهد کرد دو ستاره خود راکیتیچ و کوتینیو را نیز به پاریس بفرستد. نشریه اکیب میگوید بارسلونا در پیشنهاد خود اعلام کرده بود که حاضر است 40 میلیون یورو نقدان به پی اس جی بپردازد و در کنار این مبلغ راکیتیچ و کوتینیو را نیز راهی پاریس ژرمن کند. اما بر اساس این گزارش پاری سن ژرمن بر موضوع خود پافشاری کرده و بارد این پیشنهاد اعلام کرده حاضر نیست با چنین معامله نیمار را به بارسلونا واگذار کند. اکیب میگوید این پیشنهاد به صورت کتبی به پی اس جی ارائه نشده بلکه نمایندگان بارسلونا آن را به صورت شفاهی با لیوناردو مدیر ورزشی پاری سن ژرمن مطرح کردهاند. در ادامه این گزارش ادعا شده که لیوناردو این پیشنهاد بارسلونا را رد کرده چون سیاست پی اس جی این است که در ازای نیمار مبلغی قابل توجهی دریافت کند تا بتواند با دست باز بازیکنانی که برای خود مناسب میداند را از بازار جذب کند. باشگاه پاری سن ژرمن اعلام کرده که حاضر نیست بازیکنانی که بارسلونا نمیخواهد را در تیم خود داشته باشد و حاضر به معامله معاوضه بازیکن با این تیم نیست. این در حالی است که دیروز برخی رسانه‌ها شایعات هم درباره حضور نام عثمان دمبله در این مبادله معاوضه منتشر کرده بودند، ولی اکیب میگوید دمبله بدون تردید فصل آینده در بارسلونا خواهد ماند، ولی به دلیل حضور دیانگ بارسلونا تمایل دارد راهی برای واگذاری راکیتیچ به تیم‌های دیگر پیشنهاد کند. از نظر شما آیا این منطقی است که باشگاه بارسلونا میخواهد برای بازگشت نیمار در کنار 40 میلیون یورو بازیکنانی چون کوتینیو و راکیتیچ را از دست بدهد؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.